شنبه شب قبل از اون جمعه سیاه و شنبه سیاه و یک شنبه سیاه واقعا کشتار مردم که اصلا هیچ توجیه براش وجود نداره. جمعه سیاه، شنبه سیاه و یک شنبه سیاه عباراتی است که محمود صادقی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی برای کشتار معترضان در آبان 98 استفاده می کند. صادقی که یک روحانی معتقد به نظام جمهوری اسلامی است، در گفتگویی با علی علیزاده تحلیلگر سیاسی مقیم لندن که به هواداری از حکومت جمهوری اسلامی مشهور است، دست به افشاگری بی سابقه‌ای درباره اعتراضات آبان 98 زده. رفتیم جلسه علنی آقای شمخانی رو آوردن برای ما داستان امنیت ملی میخونه و حرفای از این قبیل که من شرمم میاد بعضی حرفاشو بگم. صادقی گفته او در گفتگویش با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیتی ملی گفته نیروهای امنیتی در حال کشتار مردم عادی هستند، ولی شمخانی پاسخ داده معترضان هر کس و هر تعداد هم باشند ما آنها را خواهیم کشت. من به شمخانی اون رو گفتم آقا مردم هستن اینا، دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستادن هم میخواد ولو بلغ ما بلغ ما میزنیم. علی شمخانی وزیر دفاع در دوره محمد خاتمی مدت هاست به خاطر فساد مالی خود و نزدیکانش در صدر خبرها قرار گرفته. اینجا منطقه الهی است، گرونترین و لاکچریترین منطقه فکر میکنم کله ای. تو این همه برجای سر به فلک کشیده و لاکچری، این پروژه رو شما مشاهده میکنید با این زمین تو این موقعیت مناسب. حالا این پروژه برای کیه؟ برای آقای حسین شمخانی، فرزند آقای شمخانی، امنیت ملی. اتفاقا ما تو کمیسیونی که رسیدگی شد گفتیم آیا در این در واقع اعتراضات و ناآرامی ها اصلا نشانه ای از دخالت گروهک های در واقع اپوزیسیون و اینا پیدا؟ گفتن نه، اصلا پیدا نکرده بودن، تمام مردم بودن.